بر اساس اخبار منتشر شده، قانون سیاست حمایت از اویغورها در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. این لایحه در جلسات گذشته کنگره نتوانست به قانون تبدیل شود، اما پس از تصویب در مجلس نمایندگان اینک به سنا می رود. ابتدا با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. آخرین نسخه قانون سیاست حمایت از اویغورها که در جلسه گذشته کنگره آمریکا بدون موفقیت ارائه شده بود، با رأی مجلس نمایندگان کنگره تصویب شد. اما هنوز با راهی طولانی در سنا برای تبدیل شدن به قانون مواجه است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت امور خارجه باید کلاس‌های آموزش زبان اویغور را برای دیپلمات‌های خود برگزار کند و از اویغورها در تمام کنسولگری‌های خود در چین استفاده کند و علاوه بر آن اویغورها را در برنامه‌های سخنرانی در کشورهای دارای اکثریت مسلمان بگنجاند. تصویب این قانون که حمایت احزاب جمهوری خواه و دموکرات را با خود به همراه داشت، بر اساس دیدگاه حامیان آن موجب می شود تا ایالات متحده را به ابزارهای مورد نیاز برای حمایت از حقوق اولیه بشر و به رسمیت شناختن هویت متمایز اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی در منطقه خودمختار اویغورنشین سینکیانگ که تحت سلطه و رفتار غیر انسانی چین قرار دارند مجهز می کند. نمایندگان حامی این قانون گفتند که تصویب قانون سیاست حمایت از اویغورها وزارت امور خارجه ایالات متحده را نیز ملزم می‌کند تا یک هماهنگ کننده ویژه برای مسائل اویغورها را تعیین کند و باعث خرسندی است که این تصمیم به طور قاطعانه بر اساس دیدگاه مشترک دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تصویب شده است. بر اساس دیدگاه حامیان این قانون، این لایحه گام‌های مهمی را برای تقویت تلاش‌های آمریکا به منظور حفاظت از هویت متمایز قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی مردم اویغور و ترویج احترام به حقوق بشر و آزادی مذهبی در منطقه خودمختار اویغورنشین سینکیانگ برداشته است. ایالات متحده آمریکا سیاست‌های چین در منطقه سینکیانگ را نسل‌کشی نامیده است و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در سال 2022 اعلام کرد که شواهدی از احتمال انجام جنایت علیه بشریت در این منطقه توسط حکومت چین وجود دارد. فعالان اویغور در ایالات متحده آمریکا از تصویب این قانون به عنوان گامی بلند به سوی تصویب نهایی آن استقبال کردند. رئیس انجمن آمریکایی اویغورها در این رابطه گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده که آستین‌ها را بالا بزنیم و نسبت به رساندن این لایحه به سنا تمرکز کنیم تا بتوانیم آن را هر چه زودتر به دست رئیس جمهور جو بایدن رسانده و در اسرع وقت این قانون امضا شود. روشن عباس، فعال مدنی و مدیر کمپین حمایت از اویغورها در آمریکا، نیز در این زمینه گفت که سازمان او از نزدیک با قانونگذاران در مجلس همکاری کرده است تا این لایحه را به سمت تصویب آن سوق دهد و همین کار را قبلا در مجلس سنا نیز انجام داده است. وی همچنین از حمایت قوی دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای تصویب این قانون تمجید کرد. روشن عباس به رادیوی آسیای آزاد گفت: این نشانه روشن و مثبتی است که کنگره ایالات متحده با جدیت به مصیبت‌های جامعه اویغور رسیدگی می‌کند و متعهد به مبارزه با نسل‌کشی جاری است و ما از قانونگذارانی که با همبستگی با مردم اویغور تعهد تزلزل ناپذیر خود را به عدالت و حقوق بشر نشان دادند صمیمانه قدردانی می‌کنیم. لوئیزا گریف، رئیس سازمان حق ملی برای دموکراسی که مدیر حمایت جهانی برای حقوق بشر اویغورها نیز می‌باشد، در این رابطه گفت: در ابتدا انتظار می رفت که 10 عضو کنگره در این لایحه رأی منفی بدهند، زیرا این دیدگاه که سیاست خارجی مهم نیست در میان برخی از آنان وجود داشت، اما خوشبختانه 4 نفر از آنان نظر خود را تغییر دادند. وی در ادامه افزود: حتی برخی از افرادی که به طور کلی موضعی برای اجتناب از ورود به سیاست خارجی به عنوان عضوی از کنگره دارند، آرای خود را تغییر دادند. آنها قبلا حتی نمی خواستند برای رأی گیری در این لایحه مشارکت کنند. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه. رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران، با ما همراه هستند. آقای رئیسی، سلام عرض ادب. عرض درود و ادب و احترام خدمت شما و بینندگان گرامی و محترم شبکه. بزرگواری. آقای رئیسی، همطور که در گزارش اشاره شد، تصویب این قانون چه نکات مثبتی را به نفع مسلمانان اویغور به همراه خواهد داشت؟ بفرمایید. این نوع تلاش و این نوع اقدامات، از جمله همین مسئله مصوبه مجلس نمایندگان،
در جهت تنویر افکار عمومی خیلی مؤثر با توجه به اون سرکوب شدیدی که چین علیه مسلمان ها که مثابه نسل کشی هست رو میتونید که اعتراض حتی گفته شده است که متأسفانه زنان باردار رو از کنم مورد تجاوز و اذیت قرار میدن و حتی مردم مسلمان مسلمانان ایغور رو عقیم میکنن برای جلوگیری، یعنی به حد نسل کشی این ماجرا رسیده. انتها همونطوری که فرمودید، ببینید این مجلس این قانون باید بره سنا تصویب بشه، اما با توجه به روابط فیما بین چین با آمریکای بایدن، با توجه به مذاکراتی که اخیراً آقای شی رئیس جمهور چین با بایدن داشته و اونجا صحبت کرده که تا 2030 یعنی تا 2030 نیازمند رسیدگی به امور اقتصادی و سامان بخشی به اون قسمت هست، ما باید منتظر باشیم که آیا رئیس جمهور بایدن از حق وتو خودش استفاده میکنه یا از این حق استفاده نمیکنه. در صورتی که به تصویب سنا برسه و اگر بایدن پای اون بمونه، بله یک قانون خیلی مثبتی است که آثار خوبی در سطح بین الملل از خودش بر جای خواهد گذاشت. بله، آیا تصویب این قانون در کاهش ایجاد فشار توسط چینی‌ها نسبت به مسلمانان اویغور مؤثر خواهد بود؟ قطعاً تصویب این قانون و هر گونه تصمیمات مثبتی که در جهت وضعیت مسلمانان در ایالت سینکیانگ و به خصوص مسلمانان اویغور انجام بشه، این یک کاهشی رو در اون حجمه بسیار سنگینی که ما از سوی حکومت چین علیه این مردم مظلوم و بیپناه شاهد هستیم اثر خواهد داشت و کاهش خواهد داشت، به خصوص که این مسببات و تصمیمات اگر از جمله همون مسببی که حدوداً یک ماه پیش هم در بخش حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومی به تصویب رسید، اینها جهت تنویر افکار عمومی و آشنایی مردم جهان با این مظالم اون آثار اصلی خودش رو در جلوگیری و کاهش اون مسئله خواهد گذاشت و تحقیقاً این یک اقدام بازدارنده بسیار مثبت در برابر حکومت چین و جلوگیری از این همه مظالم هست، بدون شک این اثر خواهد داشت. بله، پس از تصویب این قانون کشورهای اسلامی حامی چین که تاکنون رفتارهای ضد حقوق بشری چین را نادیده گرفتن، با توجه به فضایی که در سطح بین المللی ایجاد خواهد شد، آیا در رفتار خود تجدید نظر خواهند کرد؟ متأسفانه کشورهای اسلامی به خاطر اون وابستگی و نیازمندی هایی که به تکنولوژی چین به خاطر ارزانی نیروی کار و تولیداتی که دارن و سطح نیازمندی برای انتقال انرژی و وابستگی که در زمینه دارن، متأسفانه تا کنید یک برخورد مثبت و قابل توجه و قابل قبولی رو از خودشون ارائه ندادن. تحقیقاً اونجا هم کشورهای اسلامی، اینجا منظور ما از کشورهای اسلامی حکومت کشورهای مستقر اسلامی است، به دنبال افکار عمومی خود مسلمانان جهان تحقیقاً تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. متاسفانه ما شاهد برخورد منفعلانه و حتی ضعیف کشورهای اسلامی تاکنون بودیم و امید می‌دهیم که با این با تصویب این قانون و به تأثیر از این قانون و به نظر من بالاتر از اون خود افکار عمومی مردم مسلمان جهان و به خصوص کشورهای اسلامی این منطقه، سران کشورهای اسلامی و دولت‌های کشورهای اسلامی یک اقدام مؤثر و جدی و قاطعانه داشته باشن، که از جمله میتونم پیشنهاد مطرح بکنم که مثلا سازمان و کنفرانس اسلامی میتواند با یک اجلاس قوی و صدور یک بیانیه بسیار قاطعانه و حتی تصمیم گیری برای جلوگیری ولو موقت در این نیازمندی من کشورها به انتقال انرژیشون به طور موقت قطع ارسال انرژی به چین، این بسیار بسیار میتواند مؤثر باشه در جلوگیری از ادامه این رفتارهای جنایتکارانه علیه مسلمانان. تا
تشکر میکنم از همراهیتون. رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما همراه بودند.